افزایش تنش بین آمریکا و چین. کانادا هم بین این دو قدرت اقتصادی جهان گیر کرده. دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا، جایی که دختر مؤسس حقوق مخابراتی چین چند بار در مقابل قاضی ظاهر شده است. دیروز این دادگاه منگ وانرو، مدیر ارشد مالی شرکت چینی هواوی را با قرار وثیقه 10 میلیون دلاری آزاد کرد. اما خانم منگ 24 ساله تحت نظر است و باید پابند الکترونیکی داشته باشد. او تا زمان تعیین تکلیف استرداد او به آمریکا حق ترک کانادا را ندارد. دادستان‌های آمریکا خانم منگ را متهم کردند که با تأسیس شرکت‌های سوری سال‌ها تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده و قطعات مخابراتی به ایران فروخته است. در حالی که پیشتر مقام‌های آمریکایی گفته بودند حکم جلب او ربطی به تنش تجاری بین آمریکا و چین ندارد، دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته اگر به قرارداد تجاری با چین کمک کند آماده است در پرونده مدیر ارشد مالی شرکت هواوی که در دادگستری این کشور در جریان است دخالت کند. او گفته هرچه به نفع آمریکا باشد انجام خواهد داد. شرکت هواوی بعد از موافقت قاضی کانادایی با قرار وثیقه در بیانیه ابراز امیدواری کرده که دستگاه قضایی کانادا و آمریکا به یک نتیجه عادلانه برسند. اما دیروز با دستگیری مایکل کورک، دیپلمات سابق کانادایی در چین، تنش بین کانادا و چین وارد مرحله تازه‌ای شده است. آقای کورک برای گروه بین‌المللی بحران کار می‌کند و چین می‌گوید دستگیری او به خاطر ثبت نشدن این سازمان در چین است. اگر فرد بازداشت شده برای گروه بین‌المللی بحران کار می‌کند، فکر می‌کنم این شخص قوانین چین را نقض کرده است. بسیاری می‌گویند چین برای اعمال فشار به کانادا این دیپلمات پیشین را بازداشت کرده. آمریکا هم از این دستگیری ابراز نگرانی کرد. ما از چین می‌خواهیم به بازداشت‌های غیرقانونی پایان دهد، به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود درباره آزادی و حق کنسولی همه افراد احترام بگذارد. هواوی یک شرکت استراتژیک چینی در دنیای پیشرفته مخابرات است. برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا به خاطر نگرانی‌های امنیتی بعضی از خدمات این شرکت را ممنوع کردند. این کشورها نگرانند این شرکت اطلاعات محرمانه آنها را به دولت چین بدهد. جیارگول، بی بی سی.